مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با ادبیاتی عجیب به دفاع از طرح انتقال آب از حلیل رود به شمال استان کرمان پرداخته است. محمد طاهری امروز در نشست خبری که انتخاب خبرنگاران حاضر گزینشی بوده گفته 180 میلیون متر مکعب آب پشت سد جیرفت است و همین الان هم آبی در جازموریان نیست. این در حالی است که آب پشت سد جیروف با رسوبات به 160 میلیون متر مکعب هم نمیرسد. در حالی که بسیاری از کارشناسان میگویند این طرح زیست بوم منطقه را نابود میکند، مدیر عامل آبپای کرمان منتقدان را به ایجاد حجمه با نظرات غیر کارشناسی متهم کرده. طاهری همچنین گفته نمیتوان طرحی میلیاردی را متوقف کرد. گفته ای که باز هم در آن اطلاعات غلط وجود دارد، چرا که این طرح پیشرفتی کمتر از 50% دارد و از 1000 میلیارد تومان اعتبار کمتر از 10% تامین مالی شده. در حالی که علی زینیوند استاندار کرمان هم با شنیدن صدای اعتراض مردم و کارشناسان موضع خود را در این خصوص تغییر داده، طاهری که به واسطه مقامش میبایست علمی حرف بزند، صرفا با بکار بردن اظهاراتی غیر کارشناسی بر طبل انتقال آب از حلیل کوبیده و نه تنها به ریل علم برنگشته که با بکار بردن الفاظی همچون برگشتن مردم به روستاها گفته اگر مردمی که در کرمان هستن به روستاها و شهرهای خود برگردند، آب حسین آباد برای کرمانی های اصیل کافی است. این استدلال مدیرعامل شرکت آبپای استان کرمان عملا یعنی خطبندی مردم به کرمانی اصیل و غیر اصیل، موضوعی که نه تنها نمیتواند از هیجانات کم کند که حتی میتواند به امنیت ملی هم ضربه بزند. او البته بر سر مردم جنوب منت هم گذاشته که بالاترین خدمات را در حوزه جنوب استان انجام دادیم، بدون اینکه به این خدمات اشاره ای بکند. خدماتی که طاهری از آنها حرف میزند عملا جز وظایف شرکت آبپاس و نباید برای انجام وظایف منتی گذاشته شود، به خصوص اگر قرار به بررسی عملکرد این شرکت باشد، کاستی‌های چشمگیری در خصوص عملکرد آبپا در شمال و جنوب کرمان وجود دارد. همچنین مدیر عامل آبپای کرمان اگر واقعاً قصد پاسخگویی و ارتباط با مردم و رسانه‌ها را دارد، بهتر است به جای اظهار نظر در موضوعی که به حوزه کاری وی چندان ارتباطی ندارد، درباره اقدامات این شرکت در خصوص بروزرسانی شبکه آب شرب کرمان و سایر مسائل مشابه پاسخ دهد. زکیه سلیمی، کرمان. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.